حال موضوعی که روی آن بحث می داشته باشیم در رابطه با تاکید بر حفظ دستاوردهای زنان در روند صلح افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار دستاوردهای زنان در مذاکرات صلح شده و همچنان چالش هایی که فراراه زنان افغان وجود داره و افزایش خشونت های کلای علیه زنان در افغانستان وجود داره بیشتر صحبت می داشته باشیم با خانم عارفه پیکار فعال حقوق زن. خانم پیکار سلام، وقتتان بخیر، بسیار زود خوش آمدید به برنامه. خانم پیکار، در هر نشستی که برگزار میشه، به خصوص روز گذشته هم که نشستی که برگزار شد، بر حفظ دستاوردهای زنان تاکید صورت میگیره. حال سوال من این است که حفظ دستاوردهای زنان چرا همیشه مایه نگرانی و بحث هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان برنامه فعلی. من فکر میکنم همونطور که در بحث دیشب که به مناسبت 8 مارس رسانه های افغانستان به او پرداختن، جنگ افغانستان ابعاد مختلف داره، ولی یک قسمتی از موضوعات بسیار مهمه که در پروسه صلح مطرح میشه بحث بر سر موضوعات یا موضوعات و مسائل مربوط به زنان هست که در واقع بحث حقوق انسانی و حقوق بشری زنان هست. من فکر میکنم گرچه تا هنوز در خیلی موارد در مورد حقوق زنان مباحث و جدل های رسانه‌ای بیشتر روی موضوعات بسیار کلی تمرکز داشتن، اما من فکر میکنم که نیاز است که ما با توجه به این که پروسه صلح افغانستان با گذشت هر روز به سوی جدی شدن در حرکت هست، نیاز است که ما حرفای خود را به صورت واضح و در واقع علنی مطرح بکنیم. جنگ یا در واقع جدال بر سر مسائل زنان، جنگ در واقع بر سر همو قرائت‌های دوگانه و قرائت‌های بسیار افراطی طالبان هست از ارزش‌های دینی. من فکر می‌کنم همین نگرانی‌ها و در واقع قرائت بسیار افراطی و قرائت‌هایی که در واقع هیچ ربطی به مبانی دین اسلام نداره باعث میشه که زنان افغانستان دستاوردهایشان، حقوق اساسیشان که در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده در پروسه صلح در واقع در مقابل گروهی که به ارزش‌های حقوق بشری، به ارزش‌های برابری، به ارزش‌های شهروندی با توجه به کارنامه‌شان که در دهه 70 داشتن، با توجه به رویکرد فعلیشان، با توجه به که هیچ نوع به اصطلاح نرمش و انعطاف در موضع گروه طالبان در مورد زنان، در مورد بحث یا اصل برابری شهروندان دیده نشده، من فکر میکنم که تنها زنان افغانستان نیستن که نگران قربانی شدن دستاوردهایشان در پروسه صلح یا در واقع در گفتگو با گروه طالبان هست. بحث این که تمام شهروندان افغانستان از حقوقشان و از برابری هایی که در قانون اساسی افغانستان در واقع به رسمیت شناخته شده نگران هستند. درست. خانم پیکار، کمیسیون مستقل حقوق بشر هم خواستار دستاوردهای زنان در مذاکرات صلح شده. آیا فکر میکنین که واقعا دستاوردهای 19 سال پسین زنان در مذاکرات صلح و اینکه اگر این پروسه نتیجه مثبت به تو طالبان بیان در افغانستان مایه نگرانی هست؟ خب من فکر میکنم یک از موضوعاتی که ما در پروسه صلح واقعا افراد میکنیم و نگاه ما فوق العاده خوشبینانه هست که ما مسائل را درک نمیکنیم. فکر میکنیم که با ادغام طالبان یک قسمتی از جنگ افغانستان یا در واقع جنگ در افغانستان ختم میشه و صلح در افغانستان حاکم میشه، در حالی که صلح ذاتی نه تنها در افغانستان بلکه در هر کشور مشابه افغانستان که درگیر منازعات بودن ابعاد مختلف داره که نیاز هست مکانیزمای بسیار مشخصی برای اینکه ما بتونیم یک گروه متخاصمی را که 14 در مقابل مردم افغانستان، در مقابل ارزش‌هایی را که مردم افغانستان به او باورمند هست جنگیده، ما در واقع بسیار خوشبین باشیم که تنها با مشارکت دادن آنها در قدرت ما بتونیم که جنگ بر سر ارزش ها را در واقع تمام بکنیم. بحث اساسی این هست که متاسفانه ما یک نوع امیدواری و یک نوع انعطاف در رفتار طالبان ندیدیم که به اصطلاح اظهار بکنن. اظهارات بسیار کلی گروه طالبان در مورد ارزش های حقوق بشری، در مورد ارزش های در واقع بحث برابری و بحث جنسیتی، اینا نشانگر از این هست که ما طالبان هنوز هم بسیار کلیگویی میکنن در مورد حقوق زنان. زمانی که زنان افغانستان یا زنانی که در تیم مذاکره دولت هستن یا زنانی که به یک شکلی در واقع سوالهای خود از گروه طالبان و از جامعه جهانی مطرح میکنه که مبادا که دستاوردهای زنان در واقع در پروسه صلح افغانستان قربانی بشه، پاسخ گروه طالبانی هست که ما حقوق زنان را، ارزش‌های حقوق بشری را در چارچوب شریعت اسلامی به رسمیت میشناسیم و احترام میکنیم.
در واقع بحث ما سر همین هست که قرائت را که طالبان از شریعت اسلامی داره با در واقع همون ارزش هایی که در قانون اساسی افغانستان و ماده سوم که به صراحت اعلان میکنه که قانون در هیچ قانون و یا هیچ ارزش در افغانستان نهادینه نمیشه الا که در مگری که یا به اصطلاح چی باشه مطابق ارزش های شریعت اسلامی باشه. یعنی در واقع یک تعریف بسیار دوگانه از شریعت اسلامی باعث میشه که طالبان در مورد حقوق زنان، ارزش های حقوق بشری، ارزش های برابری شهروندی با کلیگویی بپردازن. ما تا هنوز در مورد مسائل حقوق زنان و دستاوردهای زنان موضع بسیار صریح گروه طالبان را نداشتیم و همین باعث میشه که در واقع زنان افغانستان نگران باشن که مبادا با ادغام یک گروه متخاصم یک بار دیگر زنان افغانستان به دهه 70 و 80 بر بگردن. درست. خانم پیکار، با توجه به حرفایی که طالبان در قسمت زنان گفتند که خاصا ورزش‌های زنان در چهارچوب شریعت اسلامی به نظر گرفته میشه، 3 ماه دور اول که با این گروه هیئت حکومت دیدار داشتن و در یک میز مذاکره گفتگو کردن، بعدا در دور دوم هم 2 ماه که این دور آغاز شد و مشکلات هم داشته، ذهنیت طالبان چگونه فکر میکنین خانم پیکار؟ ها یا فکر میکنین که ذهنیت طالبان در قبال زنان افغان تغییر کرده باشه با وجود که حرفایی که از اینها شنیده میشه؟ ما فکر میکنم ذهنیت گروه طالبان، ما زمانی گفته میتونیم که ذهنیت گروه طالبان نه در تنها در قبال زنان بلکه در مقابل ارزش های فعلی که شهروندان افغانستان هم از زن و مرد به او باور داره تغییر کرده، که ما در واقع در موضع گیری های گروه طالبان در اظهاراتشان ما یک سلسله در واقع اظهار نظرهای منطقی را ببینیم و بشنویم، در حالی که چنین چیزی را ما تا هنوز مشاهده نکردیم. بحث این که طالبان با تنها با ارزش های حقوق زنان در واقع باورمند نیستن، این تنها یک بحث نیست. ما شما شاهد هستیم که گروه طالبان با تنوع افغانستان امروز که در واقع در اونجا اقوام مختلف با ارزش های متنوعشان به شمول زنان و مردان به شمول مذاهب مختلف در خیلی موارد اینها مشکل دارن، طالبان هنوز هم به همون انحصارگرایی دهه 70 فکر میکنن و می باعث میشه که هم زنان افغانستان و هم مردان افغانستان باز هم یک بار دیگر از انحصارگرایی گروه طالبان که در واقع در دهه 70، خب ما کارنامه این گروه را در واقع در حافظه داریم، گرچه اون زمان مثلا ما شخص خودم یا هم نسلای ما با وجودی که طفل بودیم ولی حداقل خاطرات جنگ متاسفانه از همون طفولیت ما با جنگ در جنگ تولد شدیم، در جنگ بزرگ شدیم و هنوز هم در فضای جنگ داریم برای زنده ماندن و برای حفظ همون ارزش های خود مبارزه میکنیم. یعنی این تنها ارزش های که مربوط به قشر اوناس یا بخشی از جامعه که نصف اون جامعه در واقع زنان افغانستان هست، تنها بحث نگرانی نصف نفوس این کشور نیست. زمانی که بحث ارزش ها مطرح میشه، ارزش ها به مردان و زنان تقسیم نمیشه. اگر ما بحث برابری رو مطرح بکنیم، بحث برابری یک بودش میان مردان و زنان در برخورداری از ارزش های قانون اساسی مطرح است، بحث دیگرش برابری در حقوق شهروندی، برابری در مشارکت عادلانه در قدرت، برابری در برخورداری از تمام مزایایی که به عنوان یک شهروند ما در این کشور زندگی میکنیم، اینا مسائلی هست که من فکر میکنم تا زمانی که گروه طالبان به همین اصل برابری شهروندان که در قانون اساسی افغانستان بسیار به صراحت ذکر شده، تا زمانی که به این اصل اعتراف نکنن، من فکر میکنم که حتی با ادغام گروه طالبان در پروسه صلح، در واقع در چارچوب نظام فعلی یا هر نحوه دیگر، ما فکر میکنم که مشکل جنگ افغانستان حل نمیشه، چون یک قسمت جنگ افغانستان شاید ابعاد منطقوی و جهانی داشته باشه و یک قسمت جنگ افغانستان بحث دلایل داخلی داشته باشه، ولی یک قسمت بسیار برجسته جنگ افغانستان جنگ در سر ارزش هاست که متاسفانه طالبان و رهبرانشان در این مدت از کشور دور بودن و ارزش هایی را که نسل نو افغانستان در میان این ارزش ها در واقع متولد شدن، با این ارزش ها بزرگ شدن، با این ارزش ها در واقع خو گرفتن و مشکل هست که یک نسل را که در یک فضای نسبی دموکراسی در واقع با جهان آشنا شدن، با ارزش های حقوق بشری آشنا شدن، با ارزش های حکومت داری آشنا شدن، ما یک بار دیگر به اصل حاکمیت و به اصل در واقع همون فضای امر به معروف و نهی از منکر ببریم.
درست. خانم پیکار، آنچنان شما یادآوری کردین که زنان افغان بیشتر قربانی ها را داشتن در قسمت جنگ هایی که در افغانستان وجود داشته. دلیل کمرنگ بودن نقش زنان در پروسه ساز در چی میبینین؟ مثلا هیئت که با این گروه در میز مذاکره نشستن بسیار کمرنگ دیده میشه. دلیل کمرنگ بودن نقش زنان در این پروسه در چی بوده و یا شامل شدنشان در این نشست؟ خب گشتن یک واقعیت تلخ است متاسفانه که جنگ و صلح در کشورهای جهان سوم هنوز هم یک بحث مردانه هست، همونطوری که جنگ متاسفانه یک بعد برجسته اون مردانه هست و در خیلی موارد در بحث هیئت گفتگو کننده هم ما شاهد هستیم که نیاز به این بود که گروه های مختلف، جوانب مختلف، جریان های مختلف اینا همه شامل می شدن. خب در اون هنوز زنان افغانستان حزب سیاسی که به اصطلاح بتونه یک صدای مستقل ره از زنان افغانستان و مطالباتشان با ثابته نداره، به جز یک دو حزبی که بسیار به اصطلاح نوکار هستن. هنوز زنان افغانستان به دلیل همین جنگ، به دلیل همون 40 سال محرومیت را که زنان افغانستان تجربه کردن، هنوز هم ما به اندازه کافی سر پای خود استاد نشدیم که تا بتانیم برابر به اصطلاح با مردان در میز مذاکره حضور 50% داشته باشیم. خب یک قسمتی از جنگ افغانستان در واقع نیاز هست که در برای حل این جنگ فعلی کسانی که یا جریان هایی که یا طرف هایی که در واقع درگیر این جنگ هستن بیشتر حضور داشته باشن. متاسفانه تا این 40 سال زن افغانستان بیشتر قربانی جنگ بوده تا ای که به اصطلاح جنگ افغانستان ربطی به زنان داشته باشه، لذا امروز همین حضور نسبیه که داره من فکر میکنم میتونه که به مطالبات را که زنان افغانستان داره، به نگرانی هایی که زنان افغانستان داره پاسخ ارائه بکنه. امیدواری که ما داریم که حداقل یک همنظری و همصدایی بسیار خوبی میان زنان و مردان در تیم مذاکره کننده دیده میشه، یعنی زنها در دفاع از ارزش هایشان تنها نیستن که مسئول باشن، تنها زنان از ارزش های زنان دفاع بکنه. این یک امیدواری رو بر ما خلق میکنه که ارزش های زنان امروز به ارزش های جمعی تبدیل شده و بحث یا مسئولیت دفاع از ارزش های زنان در واقع مسئولیت مردان و زنان تیم مذاکره کننده هستند، چی آنها از آدرس های حزبی در واقع مشارکت داشته باشند، چی از آدرس های شخصی و چی از آدرس حکومت. این مسائل من فکر میکنم یک مقدار میتونه نگرانی های زنان را کاهش بده و یک دلیل منطقی و یک مقدار قابل توجیه دیگره که با توجه به شرایط این که هر حزب سیاسی و هر جریان سیاسی در افغانستان میخواهد در میز مذاکره حضور داشته باشه، و فکر میکنم زنان افغانستان در اینجا با توجه به مو وضعیت فعلی و با توجه به احترامی که به منافع جمعی و ارزش‌های جمعی داره در واقع خواهان حضور 50% نیست، ولی خواهان حفظ ارزش‌هایی هست که در قانون اساسی برای زنان افغانستان به رسمیت شناخته شده. درست. یعنی خانم پیکار، به نظر شما چگونه میتونیم که بر حفظ دست دستاوردهای زنان اجماع یا اتفاق نظر را به وجود بیاریم؟ خب ما فکر میکنیم یگانه محور بسیار مهم و بسیار مستحکمی که میتونه باعث حفظ این دستاوردها شود قانون اساسی افغانستان هست که متاسفانه گروه طالبان و برخی جریان های سیاسی فعلی در افغانستان که این جریان ها هم متاسفانه بسیار مردانه عمل میکنن، گرچه بسیار شاید واقع بینانه هم نباشه که از جریان های فعلی افغانستان ما زنان توقع داشته باشیم که اونا بحث مسائل زنان را به رسمیت بشناسن و یا حداقل دغدغه در این راستا داشته باشن. جریان ها و مجموعه هایی که هیچ زنی در اونجا در مجموعهشان وجود نداره، هیچ زنی در رهبریشان وجود نداره، هیچ زنی در فهرست مطالبات سیاسیشان وجود نداره، خب ما دشوار هست که از این جریان ها در واقع توقع داشته باشیم که اینا ارزش ها و دستاوردهای زنان را حفظ بکنه، لذا سند بسیار مستحکمی که میتونه باعث حفظ دستاوردهای زنان شود و قانون اساسی هست که قانون اساسی در واقع حافظ ارزش های تمام شهروندان افغانستان هست که در این اواخر ما میبینیم که حتی همون اصل اساسی که در واقع قانون اساسی هست هم از سوی بعضی طرح‌ها یا در بعضی طرح‌ها متاسفانه مورد سبوتاژ قرار میگیره یا در واقع در بعضی طرح‌ها بسیار به ارزش جلوه داده میشه. اینی موارد هست که به نگرانی های زنان در واقع میافزایه و نگرانی های ما را مضاعف میسازه. زمانی که بحث قانون اساسی و بحث ارزش های جمهوریت به عنوان یک محور مطرح شد و من فکر میکنم که هم زنان هم مردان و هم اقلیت های قومی و مذهبی خودشان را محفوظ زیر سایه قانون اساسی احساس میکنند.
درست. یعنی خانم پیکار فکر میکنین که در این پروسه معامله بر حقوق زنان و دستاوردهای پسین زنان مایه نگرانی باشه؟ خب ما فکر میکنم که البته یک قسمت حرفای بحثی که ما پیشتر هم اشاره کردم بحث امیدواری وجود داره که حداقل در تیم مذاکره کننده دفاع از ارزش های یاد همون دستاوردهای 19 ساله 20 ساله زنان تنها مسئولیت زنان حداقل تو اکنون تعریف نشده، این هم نظری ما را در واقع هم امیدوار میسازه. بحث دیگر به ارتباط داره به خود زنان که تا چی اندازه میتونن در ارتباط با نهادهای بین المللی، رهبری حکومت، تیم مذاکره کننده میتونن برای خود و حفظ دستاوردهای خود لابی بکنن و در واقع یک اهرم فشار بسیار مستحکمی را بر تصمیم گیرندگان پروسه صلح در واقع به وجود بیارن. تا حال فعالیت زنانی که در میز مذاکره با همین گروه نشستن چقدر توانستن صدای زنانی که در روستاهای افغانستان هستند، در نقاط دوردست هستند، به گروه های حراس افغان برسانند؟ خب من فکر میکنم که تا هنوز مذاکره به او شکلی که ما جدال بر سر ارزش ها را مطرح بکنیم خیلی جدی آغاز نشده، چون ما شاهد هستیم که 3-4 ماهی را که بحث گفتگوهای صلح در دوحه افتتاح شده هنوز هم جدال بر سر همون کلیات هست که حدودا 2 ماه بیشتر اینا بر سر یک طرز العمل که او طرز العمل در واقع نقشه راه بود بر سر اون به توافق نرسیدن. هنوز اجنده‌های اساسی که بر سر ارزش های زنان، مردان، موضوعات بسیار موردی و مشخص و صحبت شده هنوز نرسیده که ما از بعضی موارد ناامید شویم یا به بعضی موارد به اصطلاح بتونیم قضاوت بکنیم. اما آنچه که مایه امیدواری هست که زنان افغانستان همانند برق جریان ها و بعضی مجموعه های سیاسی دیگر یک نوع به اصطلاح شکست و یا یک نوع اختلاف نظر و بعضی موارد تضاد و تضاد منافع و بعضی موارد دیگه که در مجموعه های مردانه دیده میشه در بین زنان دیده نمیشه. زنان افغانستان چه فعال مدنی باشه، چه استاد دانشگاه باشه، چه زن حکومتی باشه، چه زن غیر حکومتی باشه، چه متعلق به احزاب و جریان های سیاسی باشه، منافعش مشترک است. بحث دیگری که به عنوان نقطه قوت مطرح میشه ای که طالبان با ارزش های زنان، با در واقع حقوق زنان مشکل داره و این مشکل هیچ ربطی به قومیت، هیچ ربطی به مذهب و هیچ ربطی به مسائل نژادی و قومی که بعضی موارد مطرح میشن نداره و همین موارد یا همین تهدید مشترک یا تهدید مشابه باعث میشه که زن افغانستان از هر گوشه و کنار این کشور با هر نوع تنوعی که داره در واقع خودش در جمع زنان همصدا و در واقع با درد مشترک احساس بکنه و این باعث میشه که زن افغانستان به عنوان نصف نفوس این کشور به عنوان یک منبع فشار بسیار جدی در میز مذاکره حضور پیدا بکنه که نه تنها که از دستاوردهای خودش محافظت بکنه و مراقبت بکنه، بلکه بتونه از ارزش های برابری و از ارزش هایی که در قانون اساسی برای حفظ همین زیبایی که در افغانستان تنوع اقوام است، تنوع مذاهب است و در واقع تنوع زبان ها هست برازی در واقع تلاش بکنه. این ما فکر میکنم بزرگترین نقطه ای که اینجا ایجاب میکنه هم دولت و هم جامعه جهانی از این نقطه برجسته ای که در اینجا اختلاف نظرها فوق العاده کم هست از این استفاده بکنه. ما شما شاهد هستیم که در میان جریان های سیاسی و بعضی گروه های سیاسی دیگر اختلاف نظرها فوق العاده بالا هست و احتمالی که ما بتونیم بعضی سیاسیون مرد را در واقع هم نظر بسازیم و از اونها یک مجموعه هم نظر واحد در مقابل گروه طالبان بسازیم بسیار من فکر میکنم که دشوار هست. در خیلی موارد دیدیم که با بعضی گرفتن امتیازها اینا در واقع از نظام جمهوری حمایت میکنن و در صورتی که در کرسی های حکومتیشان نباشن اینا در واقع با طالبان همسو میشن، ولی زنان افغانستان تا همین 40 سال و حداقل تا 2-3 ساله که مذاکره با گروه طالبان به عنوان یک بحث جدی مطرح شده همچنان همصدا بودن. در هر موقفی که بودن، موقف داشتن یا نداشتن، چه زن روستا بود، چه زن شهر، چه زن حکومتی بود و چه زن غیر حکومتی، در واقع ارزش های گروه طالبانی را به عنوان یک تهدید مشترک در مقابل قشر زنان احساس میکرد و همین باعث میشد که زن افغانستان فرا قومی، فرا منطقوی در مقابل منمو ارزش های امارت اسلامی بیسته و برای در واقع سرنوشت جمعی مبارزه بکنه. درست، تشکر، سلامت باشین، سپاس از حضورتان در برنامه خانم پیکار، ممنونتان.